خب سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. شنبه دیگه و ساعت 4 دیگه کلاس تست آخر جلسه 13. من خودم که باورم نمیشه. سلام 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 به همه. 13 هفته است نان استاپ بدون تعطیلی. حالا یه هفته اون وسطش به مشکل خوردیم، مهم نیست. 13 هفته است که در کنار هم هستیم. این هفته هفته 13مه. 13 جلسه تست زنی داشتیم که انشالله براتون مفید واقع بشه. ما از خدامونه، من به شخصه، که بهترینا برای تو رقم بخوره. تمام تلاش من بر همینه. فکر نمی‌کنم جایی تو کشور اینطوری هر هفته مثل مجموعه ما، چه آقای غلامی، چه آقای قدیرزاده، چه استاد مصری، چه استاد طاهری و بقیه دوستان عزیزمون که کارگاه تست آخر رایگانو میذارن، جایی بذاره. حداقل من خودم سعی کردم با همکارایی که اینجا داریم بهتر کنیم براتون که انشالله به این نتیجه خوبی دست پیدا کنید. آقا اونایی که دیروز قلمچی داشتن، چه کردن؟ بگین دستتون رو. سلام 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 سلام. اونایی که دیروز قلمچی داشتن چه کردن؟ قلمچی ها چه کردین؟ سلام سلام. پارسا کاکاری 75 زده. خب دیگه چی؟ درصد بهترم داشتیم. 75. خب من خودم شاگرد داشتم 83 زده. آزمون دیروز آزمون سختری شده بود، با توجه به اینکه گیاهی هم بوده، گیاهی هم بچه‌ها اغلبا مشکل دار هستن درونش. خداشون ما راضی بودیم. درصدای خوبی بوده، درصد افت داشته، اما ترازها رشد داشته. یعنی این نشون میده که آزمون سختری بوده که دانش آموزای مختلفم نتونستن تقلب بکنن. اگه تقلبم کردن معمولا غلط زدن اون سوال رو. اما میخوایم شروع کنیم. یه چند تا تست خوبش رو من تو پای 12 و همچنین گیاهی ها رو میخوام حل بکنم، ببینیم که آقا به کجا میرسیم. حواست با من باشه. مطمئنم این چند نفری که الان سر کلاس ما هستن بالاخره برای خودشون یک سری احترام قائلن که اومدن سر این کلاس. امیدوارم که بتونیم در کنار هم بهتر کنیم. اما به نام خدا بریم اولین تست. خب اولین تست اولین تست رو بریم. برو آقا، تست 121 رو چند زدی؟ 121 رو چند زدی؟ 121 رو چند زدی؟ بابا ما تو اون کلاس رایگانایی که از اول داریم میذاریم 100 بار این جمله رو گفتم که آقا ایجاد پیوند هیدروژنی نیازمند آنزیم نیست، انرژی نمیخواد، خود به خودیه. خب نگاه چی گفته؟ گفته کدام گزینه بدون دخالت آنزیم دریافت انجام میشه. خب یه چیز واضحیه دیگه. تشکیل پیوند فسفودیستر، رنابسپاراز، دنابسپاراز، جدا شدن این نوکلئید، تایرند ویرایش، میگه آقا مخصوص یاخته یوکاریوتی ویرایش و هم پروکاریوتی که توسط آنزیم دنابسپاراز انجام میشه، تولید مولکول رنای در هسته یاخته، چون که گفته هسته قطعا یاخته یوکاریوتیست، و چون که یوکاریوتیست رنابسپاراز شماره 1 و 2 و 3 داشته این کار انجام میداده. اما ایجاد پیوند بین رشته الگو و رمزگذار، یعنی پیوند هیدروژنی که خود به خودیست، پس میشه گزینه 4. سوال 122 کپی برداری شده و تشبیه شده به کنکور 99 بوده. از این سوالات خیلی جذاب و زیاد شده. اونا که سر دوره 1400 ما هستن، که من انقدر از این تستا براشون تو ژنتیک حل کردم، اینا رو مثل آب خوردن حل میکنم. میگه با توجه به نوعی صفت سه جایگاه مربوط به فلان 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 فلان، میگه کدام ذرت زیر از نظر رخ نمود تفاوت کمتری با ذرت ذکر شده دارد. آقا یادت باشد، نکته مهم یادت باشد، برای پایه چندمه، امروز 12 دیگه 12 داریم کار میکنیم. میگه کدوم تفاوت کمتری داره؟ آقا یاد باشه تو این ذرته که تو کتاب درسی واسه ما آورده است، نکته چیست؟ این است که آقا کلن 6 تا جایگاه عللی داری. بیا تعداد بارزا رو بشمور. اگه تعداد بارزا با هم برابر بود، یعنی شبیه همند. خب نکته رو نگاه کن، بیا بشمور. 1 2 3 4 5، این 5 تا داره. 1 2، این یه دونه داره. 1 2 3 4، این 4 تا داره. گزینه آخر 1 2 3 4، اینم 4 تا داره. خب کدوم یکی تفاوتش با بقیه بیشتره؟ خب معلومه گزینه 2 دیگه، که یه دونه کلا علل بارز داره و حدوداً یه کوچولو از سفیدی رد کرده. سوال 123 میگه در یک جاندار تکیاخته با قابلیت تولید انواع کاتالیزور زیستی یعنی آنزیم در طی مراحل ترجمه. گفتم ترجمه سوال میاد و سوال هم اومد، سوال مهمی هم ازش اومده. چیست آن سوال؟ خوب گوش کن.
میگه پس از هر جابجایی ریبوزوم ما میدونیم آقا جابجایی ریبوزوم در مرحله طویل شدن رخ میده و به محض اینکه میرسه به کدون پایان دیگه حرکتی نداره. میگه در طی هر جابجایی ریبوزوم مولکول رنای ناقل جدید در جایگاه آقا قرار میگیره. خب غلطه دیگه، چرا؟ تو مرحله پایان ترجمه ما میگیم کدون پایان که قرار میگیره پروتئین تمام کننده وارد میشه. گزینه دو میگه بعد از ایجاد هر پیوند پپتیدی بین آمینو اسید، یعنی مرحله طویل شدن، ریبوزوم به اندازه یک رمزه به سمت رمزه آغاز حرکت میکنه، خیر، به سمت کدون پایان حرکت میکنه. میگه پس از خروج رنای ناقل از جایگاهی، یعنی مرحله طویل شدن، بیش از یک آمینو اسید در رشته متصل به جایگاه پی قرار داره. آقا تو مرحله طویل شدن ما میگیم قطعاً حداقل دو تا آمینو اسید به اون تی‌آر‌ان‌ای دوم وصل. حالا برو ادامه بده تا پایین. پس گزینه 3 جوابه. گزینه 4 میگه قبل از اتصال اولین رنای ناقل، یعنی هنوز ریبوزومون به هم وصل نشده، میگه جایگاه تشکیل شدن. خب غلطه، جایگاه پس از اتصال دو بخش بزرگ و کوچک تشکیل میشود. سوال بعدی سوال 124 ژنتیک. آقا دوباره گلبول قرمز بالغ را مورد هدف قرار داد. آقا گلبول قرمز بالغ دنا هسته اغلب اندامک ها را ندارد. خب میگه درباره مردی با دگره اچ کوچیک مربوط به بیماری هموفیلی میتوان گفت مادرش این دگره اچ را داشته. خب بله، چون این ایکس اچ ای دگره اینو هم مامانه گرفته. میگه تبدیل شدن پروتورومبین به ترومبین کاهش میابد. بله، چون مشکل در تولید لخته وجود داره. بذار بعدش میگم. میگه در هر یاخته زنده بدن این فرد حداقل یک دگره وجود داره. آقا گلبول قرمز بالغ هسته نداره که بخواد داشته باشه. میگه ممکن علاوه مشابه با افزایش فعالیت ترشح بازوفیلا مشاهده شه. بله، چون که ما داریم زخم ممکنه مشکل بخوره. و گزینه 4 سوال قبل دلیلش این بود که گفتم آقا زمانی جایگاه ها تشکیل خواهد شد که بخش بزرگ و کوچک ریبوزوم به هم بپیونده. خب وقتی هنوز نپیونده چطوری میخواد جایگاه تشکیل شده باشه؟ سوال بعدی سوال 125، سوالی که من خودم تو شبهه دارم چرا مثلا همچین چیزی رو در نظر گرفت. آقا پرسشی که یافتن جوابش بیش از 50 سال طول کشید ساختار ژن بود. ساختار ژن، آقا ژن رو خیلی ها تک رشته‌ای خیلی ها دو رشته‌ای در نظر میگیرن، اما کنکور هم دو رشته‌ای در نظر گرفته، اما درستش تک رشته‌ای حالا برای ما مهمه. میگه در ساختار خود فقط پیوند هیدروژنی دارد. غلط، پیوند فسفودیستر هم داره. میگه در همه یاخت‌های زنده و بالغ طبیعی وجود داره. غلط، آقا گلبول قرمز بالغ به اینم رفت پیدا میکنه. میگه قطعا به صورت تک رشته‌ای. غلط، دو رشته‌ای. میگه همواره در حالت طبیعی تعداد بازهای پولینی و پیرمیدینی برابره. بله، مشاهدات چارگاف. اگر آقا رنا بود، اگر یک رشته دنا بود غلط بودا، بعد مولکول دنا باشه. سلام. سوال بعدی سوال 126. آقا اومده یه سوالی که به نظر من تو کنکور خیلی شانس بالایی داره برای تر شدن همچین سوالی. به نظر من کنارش من یه کنکور 1400 می‌نویسم ممکنه بیاد. اومده یه سوال ترکیبی داده. چیه این سوال؟ گفته در هر یاخته اصلی غدد معده انسان، یاخته اصلی، آقا یاخته اصلی تولید پپسینوژن و لیپاز میکنه، آنزیمای گوارشی معده. میگه هر آنزیم تجزیه کننده پروتئین برخلاف پروتئین های موجود در کافند تن میتواند به وسیله رناتن های متصل به سطح شبکه اندوپلاسمی ساخته شود. آقا هر آنزیم تجزیه کننده پروتئین ما داخل خود یاختمون هم همچین آنزیمی داریم. آقا نگاه کن، دو تا نکته که بعد حواسمون، یک پروتئین ها یا ترشحی ان، ترشح میشن، یا اینکه داخل یاخته میمونن. اگه ترشحی باشند توسط ریبوزوم های شبکه اندوپلاسمی زبر درست میشن، اگه داخل یاخته باشن توسط ریبوزوم های آزاد داخل یاخته ساخته شدن. خب با توجه به این آیا هر آنزیم توسط متصل به شبکه است؟ نه آقا، ممکنه بخواد داخل خود یاخته بمونه. میگه پروتئین های متصل به توالی افزاینده برخلاف عامل لازم برای جذب ویتامین B12، آقا عامل لازم برای جذب ویتامین B12 فاکتور داخلی معده است که فاکتور داخلی معده در یاخته های کناری ساخته میشه، یاخته کناری نه یاخته های اصلی. گزینه 3 میگه آنزیم رونویسی کننده ژن های مربوط به ساخت پپسینوژن برخلاف پروتئین های عوامل رونویسی، این خارج سلول میره، این داخل سلول میمونه. میگه متصل به شبکه اندوپلاسمی، میگیم جواب همین گزینه 3 هستش. اما گزینه 4م، ببخش گزینه 3م، آقا دقت بکن، میگه پروتئین های عوامل رونویسی
آنزیم های رونویسی کننده مربوط به ساخت پپسینوژن، نگاه کن، آنزیم هاش رو داره میگه، نمیگه خودشا، میگه آنزیم های رونویسی کنندهش کجا ساخته میشه. بچه ما میگیم این هم داخل یاخته قرار بمونه، پس این میگفته متصل به شبکه اندوپلاسمی، غلطه، هر دوتاش توسط آزادها درست میشدن. گزینه 4 میگه پروتئین های همراه در ساختار کروموزوم یاخته، مثلا هیستون چو یاخته یوکاریوتیه، داخل یاخته است، پس این آزاده. آنزیم آبکاف کننده فراوانترین لیپید رژیم غذایی لیپاز یعنی تریگلیسیرید، این کلمه رو تو کنکور 99 98 و 1400 هم میبینیم انشالله. میگیم اینم خارج یاخته ایه، خب اون داخلیه، میگیم داخل یعنی آزاد سیتوپلاسمی. گزینه 4 گزینه 3 نبود جواب دیگه، گزینه 3 جواب نبود. سوال بعدی سوال 147 ساختار دانه و تسبیح، سوالی که من گفتم میاد آقا برای دهم که میگم الان فعلا تمرکزم بیشتر رو 12 دانش آموز کنکوریمون، چون بالاخره کنکورشون نزدیکتره دیگه. آقا دقت داشته باش، این ساختار دانه و تسبیح، دانه هاش ریبوزوم هاست، تسبیهاش آرنه هاست، اون نخ تسبیه آرنه ایه، و ما داریم همزمانی رونویسی و ترجمه رو میبینیم، همزمانی رونویسی ترجمه رو میبینیم. پس یعنی آقا این مخصوص کیه؟ مخصوص یاخته پروکاریوتیه، چون ما میدونیم آقا در یاخته یوکاریوتی نمیتونیم ببینیم. چرا؟ چون ریبوزوم داخل هسته وجود نداره. میگه آقا در هر یاخته که اینو میبینیم دور از انتظار فلان، میگه سازوکارهایی برای حفاظت از رنای پیک پیرایش شده، پیرایش مخصوص یوکاریوتیه، میگه دور از انتظار نیست، دور از انتظار هست دیگه، مال یوکاریوت های. میگه برای تنظیم بیانجه میتونه طول عمر رنای پیک رو تغییر بدهد، هم پروکاریوتی هم یوکاریوتی، میگه دور از انتظار است. آقا چرا باید دور انتظار باشه؟ دور از انتظار نیست دیگه، میتونه داشته باشه. میگه ژن‌های مختلف را به کمک یک نوع آنزیم درست میکنه، بله دیگه، رنابسفاراز پروکاریوتی، چون تو یوکاریوتا جلسه قبلی هم گفتم کدی که داریم میگیم mRNA، tRNA، rRNA، رنابسفاراز 2، رنابسفاراز 3، رنابسفاراز 1. میگه آقا دور از انتظار است، میگه در هر یاخته که ژن‌های مختلف را به کمک نوع آنزیم پلیمراز مخصوص به خود رونویسی میکنه، وقتی میگه ژن‌های مختلف توسط آنزیم خودش، حالا به نظر رنابسفاراز پروکاریوتی رو بعد در نظر بگیریم، اشتباه کردن خیلی بچه‌ها دیروز سر جلسه، آقا داره میگه ژن مختلف آنزیم مخصوص، ما تو رنابسفاراز های پروکاریوتی همه رنها رو خودش دهنایی میسازه، پس رنابسفاراز پروکاریوتی منظورش نیست، منظورش چه؟ منظورش همینه. آقا تو یاخته های یوکاریوتی هم ما اینو نمیبینیم، پس گزینه 3 پاسخمون بود. 4 میگه میتونه از روی رشته یک ژن تعداد فراوانی مولکول رنای یکسان بسازه، نیست، دور از انتظار نیست. آقا وقتی میگه میتونه از روی رشته هم پروکاریوت هم یوکاریوت، تو یوکاریوت هم مورد دور از انتظار هست، میشه گزینه 3. سوال 128 خیلی سوال ساده، اصلا سوال ماست. چی بوده سوالش؟ آقا دوباره درباره همون رنگ ذرت است. آقا رنگ ذرت نمودار فراوانی بر اساس تعداد علل بارزش اینطوری بوده دیگه، این شکلیه که ما میدونیم این قله 3 تا بارز داره، 3 تا نهفته داره، 7 تا ژنوتیپ داخلش وجود داره. میگه بیشترین تنوع ژنوتیپ در میان است، خواهی این وسطش دیگه، گزینه یک. میگه کمترین تنوع تنها در یک انتهای، آقا کمترین تنوع همینجاست، همینجاست، هم زمانی که همه نافتن، هم زمانی که همه بارزن. باشه الان گزینه 3 سال قبل رو میگه، میگه بیشترین تعداد دگرهای بارز در میانه، آقا بیشترین تعداد دگرهای بارز در این نقطه بیه، من این نقطه رو اینجا بذارم بی. میگه گیاهان دارای دگرهای نافته فقط در انتها دیده میشه، آقا این وسط ها ممکنه داشته باشه دیگه، رد. سوال قبلی گزینه 3 میگه آقا وقتی ژن‌های مختلف رو به کمک آنزیم خاص میکنه، یعنی یاخته یوکاریوتیه، خب تو یوکاریوتی هم این دیده نمیشه، پس دور از انتظار هست دیگه، مخصوص پروکاریوتی بود، ساختار دانه و تسبیح. سوال بعدی سوال 129، سوال 129 چی میگه؟ سوال 129 که سوال قشنگی هم بوده، اما سوال 129 برای ما جالبی خاص خودش رو داره. میگه فرایندی که سبب ایجاد یک رنای پیک یک پارچه میشه منظورش چیه؟ منظورش پیرایشه، پیرایش مخصوص یاخته های کیه؟ یوکاریوتیه. میگه ممکن نیست در طی آن همانند عمل نوکلئازی برخی آنزیمای هسته پیوند فسفودیستر شکسته شود. آقا ما توی پیرایش فسفودیستر شکسته میشه دیگه،
میگه بله. میگه ممکنه سبب حذف بخشای از رشته‌های مولکولی شود که توسط نوع آنزیم در اثر یاخته تولید می‌شود. آقا رشته‌هایش غلطه. ما می‌دونیم رو ام‌آرنی این کار رخ میده. ام‌آرنی هم یک رشته است دیگه. رشته‌های چیه؟ این دوباره میگه ممکن نیست پیش از شروع فعالیت نوع آنزیم بسپاراز با قابلیت شکست پیوند هیدروژنی. منظورش کیه؟ منظورش رنابسپارازه. رنابسپاراز چند؟ دو دیگه، چون ام‌آرنیه. میگه دقت داشته باش آقا، پیرایش پس از پایان رونویسی رخ میده، اونم روی ام‌آرنی ممکنه. خب پس ممکن نیست قبل از این که رنابسازیم بخواد پیرایشی رخ بده دیگه. پس گزینه 3 پاسخ. گزینه 4 میگه ممکنه سبب کاهش تعداد زیرواحدهای تکراری سازنده رشته‌های نوکلئوتیدی از درون هسته یاخته شود. آقا رشته‌های نوکلئوتیدی غلطه دیگه، یک رشته است. سوال بعدی، سوال 130، میگه آقا کدام گزینه همواره درباره بخشای از دنا که عوامل رونویسی به اون متصله؟ آقا عوامل رونویسی توی یاخته، چون گفته عوامل رونویسی، قطعا یاختمون چیه؟ قطعا یاختمون یوکاریوته. توی یاخته یوکاریوتی دو تا دسته داریم، یا راه اندازمون عوامل رونویسی وصل میشن همواره برای اینکه بتونه رنابسپاراز شناسایی بکنه اون ژنمون رو، و افزاینده که این سرعت رونویسی رو انجام میده ولی این همواره نیست. میگه آنزیم رونویسی کننده به تنهایی به این بخش متصل میشه. آقا خیر دیگه، این عوامل رونویسی هم باید باشه. میگه با فاصله زیادی از محل اول نوکلئوت، خیر ممکنه کنارش باشه. میگه توسط آنزیم رونویسی کننده رونویسی نمیشود. بله، توالی افزاینده و راه انداز چون جزء ژن نیستن رونویسی هم نمیشن عزیز من. میگه با ایجاد خمیدگی در ساختار مولکول دنا در بیان همه ژن ها نقش داره. آقا خمیدگی مخصوص افزاینده است، اینم چیه؟ همواره نیست. سوال بعدی، سوال 131. سوال 131، آقا نگون سر جلسه بعد با همین سرعت تحلیل میکردی حل میکردی یا با سر جلسه بعد با همین سرعت حل میکردی. 50 تا سوال بوده، 30 تا 12 بوده، 20 تا 10 گیاهی بوده. خب بعد سریع حلش کنی دیگه. سوال بعدی، سوال 131. آقا سوال 131 چی میگه؟ میگه کدام گزینه از نظر درستی یا نادرستی با سایر گزینه‌ها متفاوت؟ میگه محصول نهایی هر ژنی که به وسیله رنابسپاراز 2 رونویسی میشه قطعا پروتئینی با بالاترین سطح ساختاری، یعنی 4ه. غلط آقا، یه عالم از پروتئینمون ساختار چی دارن؟ ساختار سوم فقط دارن، مثل میوگلوبین. میگه پس این غلط. میگه تنها محصولات نهایی ژن‌هایی که به وسیله مولکول‌های هیستون فشرده میشوند پروتئینان. غلط، اینو چند بار گفتم. آقا محصول ژن‌ها یا پروتئین یا رناست. رنا یادت نره. میگه هر گروه آمین موجود در یک انتهای یک زنجیره. آقا ما میدونیم که ابتدای زنجیرمون یه دونه گروه آمین آزاده، اینطوری آمینو اسید، اون ور دیگه‌اش هم گروه کربوکسیل آزاده. پس یعنی اولین آمینو اسید ما گروه آمینش بیرونه. خب اولین آمینو اسید توی پروتئین‌های طبیعی کیه؟ ما میگیم چیه؟ متیونینه دیگه. گفته مربوط به آمینو اسید متیونینه. دقیقاً جواب. میگه هر سه نوکلئوتید متوالی در هر رنای پیک بالغ موجب قرارگیری یک آمینو اسید در پلی‌پپتید میشه. غلط. میشه چی؟ کدون پایان. کدون پایان بیانگر آمینو اسید نیست، برعکس قیافه بزرگش. گزینه ساده جوابش. اما سوال بعد، ژنتیک. باز ژنتیک، خدایگان ژنتیک اینجا وایساده که تو رو بتر کنه. نگاه کن چیکار میکنم. سوال 132 میگه از ازدواج مردی با گروه خونی B مثبت. آقا کارگاه ژنتیک دوشنبه رایگانه از دست نده. 1-2 حواست باشه، ژنتیک رو من یه جوری به درس میدم که هر سوالی از هر جای چینم سوال بیارم بتونی جواب بدی. ژنتیک رو عددی یاد نگیر، که عددی یاد بگیری بدبختی، نمیتونی سوال کنکور جواب بدی. میگین میسی مرد، زن، فرزند، اطلاعات مسئله رو تکمیل کن. چی میگه؟ میگه از ازدواج مردی با گروه خونی B مثبت. B نمیدونیم چیه، مثبت دی بزرگ نمیدونیم اونی که چیه. احتمال با زنی سالم، احتمال تولد دختر با گروه خونی A منفی، دختر A دی کوچیک، دی کوچیکه. پس این یکی دی کوچیک بوده، مامانش هم دی کوچیک داشته. از اینجا مامانش حتما یه دونه A داشته. حالا نمیدونیم A بوده یا AO بوده. بابای قطعا BO بوده که این تونسته چی بشه؟ که این تونسته AO بشه. میگه در این صورت کدوم جمله غلطه؟ میگه مادر به طور حد توانایی تولید آنزیم آ رو داره. بله، مادرم حتما یه آی میسازه دیگه، چون که عللش رو داره.
میگه احتمال پیدایش دختری با ژنوتیپ مشابه مادر وجود داره. میگه آقا اگر مادرمون آ او باشه، خب اینم آ او در اومده، خب میتونه باشه دیگه، درست. میگه پدر خانواده برای هر دو صفت گروه خونی ناخالصه. آقا ب او دی بزرگ دی کوچیک، ب او دی بزرگ دی کوچیک. پارسا گفته، مهدی گفته شاید آ آ بوده. خب همون دیگه، ما میگیم یا آ آ بوده یا آ او بوده. میگه فرزند شاید آ کوچیک آ کوچیک باشه. فرزند ما یعنی چه آ کوچیک آ کوچیک باشه؟ یا آ بزرگ آ بزرگ یا آ بزرگ آ کوچیکه دیگه. چرا نمیتونه آ بزرگ آ بزرگ باشه؟ چون یه عللشو که از مادر گرفته، بابایی که گروه خونی ب بوده، پس این نه مادر اومده. وقتی آ بوده گروه خونی بابای ب بوده، پس یعنی حتما بابایی اوی داده. اگه بابای ب ب بود که بچه آ او نمیتونست باشه، اصلا گروه خونی آ نمیتونست باشه، 100% آ ب میشد. اوکی اوکی گرفتی؟ مامانه یا آوه یا آآه، گرفتی؟ اوکی شدین؟ اوکی شدی؟ اوکی شدی؟ حله؟ حله؟ همه گرفتن؟ اوکی؟ آها گزینه سه، میگه آقا پدره حتما برای هر دو صفت ناخالصه دیگه، ب او د بزرگ د کوچیک، اینم درست. میگه مادر از نظر صفت‌دارهاش قطعا قادر به تولید دو نوع گامت میباشد. آقا دقت داشته باش، ممکنه مادرمون دی بزرگ دی کوچیک، ممکنه دی کوچیک دی کوچیک باشه. خب اگه دی کوچیک دی کوچیک باشه بعد این گامت بسازه، این دو تا گامت هست ولی یک نوع حساب میشه از لحاظ صفت‌دارهاش دیگه، چون هر دوتاش دی کوچیکه. بس گزینه 4 غلط، پس گزینه 4مون غلط. سال بعدی دوباره از کنکور سال 99 بوده، کنکور 1400 هم ممکنه شانسش هست بیاد. چی میشه؟ دقت داشته باش، دقت داشته باش. آقا میگه درباره هر مولکول حاوی اطلاعات وراثتی. بچه این مولکول منظورش چیه؟ هر مولکول حاوی اطلاعات وراثتی منظورش چیه؟ منظورش چیه؟ منظورش چیه؟ آها دنا و رنا، ماشاءالله دنا و رنا دیگه. هم دنا رو باید در نظر بگیری هم رنا، پس هم دنا هم رنا. ببینیم چند تاش درسته. میگه میتوان گفت به طور حتم، میگه بیش از یک جایگاه آغاز همانند سازی دارد، منظورش دنایه. میگه میتوان گفت واحدهای سه بخشیان توسط نوعی پیوند به هم متصلن. بله، چه پیوندی؟ پیوند اشتراکی، صحیح، و همچنین پیوند فصولی سر بینشون. این کلمه دقیقا کنکور 99 بود، اصلا کلمه کنکور 99. گزینه 2 میگه دارای ساختار دو رشته و بدون انشابه، یعنی دنایه، در پی جدا شدن پروتئین همراه خود آماده همانند سازی به طور حتم میشه. نه آقا، حتما قرار نیست هر وقت پروتئین ها جدا بشن همانند سازی بشه، ممکن رونویسی بخواد رخ بده. غلط. میگه در انتقال اطلاعات بین یاختهای زنده نقش داره، یعنی هم دنا هم رنا. آقا رنا شو داری از کجا میدی؟ بابا تو گیاهی میخونیم، میگه از طریق پلاسمودسمای یاختهای گیاهی زنده ممکنه رنا بین یاختها جابجا بشه. میگه به طور عام در واحدهای تکرار شونده در این خود داره قند دیوکسیریبوز. غلط، ممکنه رنا باشه و رنا چیه؟ ریبوز دیگه. میگه اطلاعات خود را در واحدهای به نام ژن سازماندهی میکنه، یعنی دنای همانندسازی هم توسط آنزیم ها در دو جهت هموار انجام میشه. غلط. اینو از کجا میگیم؟ آقا همانندسازی یک جهته تو کتاب نداریم، اما تو کنکور 99، تو کنکور 99. آقا مثلا این سایت خراب بودا، الان خیلی میگن آقا دقیقاً اسلاید لینک نمیاره فلان اینا، همونه. پس اینطوریه. خب نه نه، مشکل از ما نیستا، مشکل از اون بدبخت هم نیست، مشکل از یه جا دیگه است. آره خب پس این هم میشه غلط. یک جهتر رو کجا داشتیم؟ تو کنکور 99 یک کلمش آورده، بچه مردم بدبخت کرده. آقا همانندسازی یک جهته داریم، تو کتاب نیست، تو کنکور آورده، یادش بگیر. میشه گزینه 3 تا غلط. سوال بعدی دوباره سوال 134، گویچه قرمز بالغ و نابالغ. گویچه قرمز بالغ و نابالغ. برادر من، عزیز من، رفیق من، گل من، چی بگم دیگه؟ تو را قرآن گویچه قرمز بالغ رو فراموش نکن. دنا اغلب اندامکار رو نداره. دیگه به چه زبونی بگم؟ من دیگه بریدم، یعنی انقدر، یعنی شاید باور نشه، من تو این کنکور امسال کلاس های 10 و 11 و 12 که دارم، شاید 1 میلیون بار
این کلمه رو گفتم، 1,000,000 بار این کلمه رو گفتم. تو الان 10-20 تا سوال حل کردم، 15 تا سوال حل کردم، 3 تاش با گلبول قرمز بالغ رد می‌شده. که هفته پیشم سوال جهل کردم. تو رو قرآن یادت نره. به این ریش قسمت دادم یادت نره. جون هر کی دوست داری یادت نره. سر کنکورم میاد. حالا نگاه کن کی گفتم. میگه در گویچه قرمز فلان یک فرد سالم و بالغ با گروه خونی آرهاش مثبت. آقا وقتی گویچه قرمزمون آرهاش مثبته یعنی پروتئین دی داره، اگر نابالغ بود یعنی ژنشو داره، اگر بالغ بود یعنی هیچیشو نداره دیگه. میگه در گویچه قرمز بالغ موجود در خون متصل به شبکه اندوپلاسمی، آقا دنا نداره که بخواد رونویسی بکنه. میگه تازه شده این دنا داره، میگه آزاد سیتوپلاسمی. آقا پروتئین دی، پروتئین دی توسط آنزیم های ریبوزوم های چون خارج یاخته ترشح میشن، توسط آنزیم ببخشید توسط ریبوزوم های متصل به شبکه سیتوپلاسمی تولید میشوند. متصل به شبکه سیتوپلاسمی چرا؟ چون قرار برن بیرون قرار بگیرند. پس دورت گزینه 3 جواب، 4 هم که گفته آزاد که کلا هیچ نداره. سوال بعدی، سوال 135. به 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 عجب سوالی. یعنی من این سوالا رو میبینم کیف میکنم. یعنی من این سوالا رو، این سوالا وقتی میبینم یعنی میگم یه طراحی که سرش به تنش میارزیده، بال بوده، بچه مشتی بوده، علم داشته، این سوال تر کرده، گفته آقا یه چیزی تر کنم تا حالا نیومده، ندیده باشم بچه‌ها، ولی از اونجا به بعد دیگه ببینن. دم طراح گرم. سر 35 انشالله از آزمون بعدی ما هم جز طراح قلمچی قرار گرفتیم. از آزمون 28 آذر به بعد انشالله ما رو هم، سوالای ما رو هم انشالله جواب میدین و میبینین که باز من چه سوالایی دادم. سوال دادم باقلوا، یعنی آزمون قلمچی بعدی میبینی سوال تو پایه دهم دادم باقلوا، یعنی بچه های دهمیمون میبینن که چه سوالایی دادم. سوال تو متن کتاب دادم که شاید دبیرام غلط جواب بدن، حالا چه برسه بچه. میگه در مرحله متافاز یک اسپرماتوسیت اولیه در لوله اسپرمساز. آقا نکته رو دقت داشته باش، حتما اینه، زمانی که تو مرحله متافاز میوز یک هستیم یاخته به صورت تتراد دنا قرار گرفته و جفت کروموزوم های ما دو کروماتیدی هن. یعنی الان واسه این ژنمون چند تا علل داریم؟ 4 تا علل که 2 به 2 با هم برابرن، 2 به 2 با هم برابرن. خب چی میگه ادامش؟ میگه یک مرد بالغ و مبتلا به نوعی هموفیلی دو نسخه از آلل بیماریزای مربوط به بیماری فنیلکتونوری در استوای یاخته مشاهده میشه. آقا فنیلکتونوری پیکایو فنیلکتونوری چه بیماریه؟ بیماری مغلوبی است که غیر جنسی هم میباشد. میگیم بله. خب پس یعنی وقتی دو تا عللش مغلوبه، مثلا اف کوچیکه یعنی دو تاش هم اف بزرگ بوده، پس یعنی فرد ما در حالت عادی ناخالص بوده. آها میگه با فرض ازدواج و آمیزش این فرد با زنی مبتلا به همان نوع هموفیلی، یعنی اف کوچیک این زنه این مرده، میگه و فاقد آنزیم تزریقی، میگه آقا هموفیلی هم داشته باشه، مردم هموفیلی داشت خب مرده میشه XH کوچیک Y، زنه میشه XH کوچیک XH کوچیک. خب آقا شایع ترین نوع هموفیلی فقدان عامل انقادی شماره 8، نه هموفیلی. گزینه 1 میگه حتما ممکن نیست فرزند اول اونا دختری داره عامل انقادی شماره 8 مقدار کافی باشه. چرا میتونه؟ بابا قبول داریم هر دو تا دختر هرچی به دنیا بیاد XH کوچیک هموفیله، ولی حل هموفیلی که عامل انقادی 8 نیست، ممکن یه چیز دیگه باشه. میگه مادر هر یک از زوجین، میگه مامان هر کدوم از این زوجینمون به طور حتم ژن معیوب مربوط به آنزیم تجزیه کننده فنیلالانین را دارد. داره میگه آقا چه این زن مرده چه این زنه، بابا ننه هاشون حتما ژن معیوب مربوط به آنزیم تجزیه کننده فنیلالانین دارن. آقا ما میگیم ممکنه بابا این مرده اف بزرگ بوده باشه، مامانش اف کوچیک داشته باشه، پس اینم غلط. فنیلکتونوری اتوزومیه، بله. میگه ممکنه فرزند دوم آنها در پی مصرف فنیلالانین دچار آسیب بافت مغزی بشه. بله آقا، میگه ممکنه فرزندی به دنیا بیاد فنیلکتونوری داشته باشه، اف بزرگ اف کوچیک باشه دیگه،
اف کوچیک باشه دیگه، فنیلکتونی داشته باشه. میگه ممکنه در لوله فالوپین زن یاختای فاقد علل بیماریزای فنیلکتونی یافت بشه. کی گفته نمیشه؟ آقا زمانی که این زن ما در دوران قاعدگیش قرار بگیره، گلبول‌های قرمز بالغ رو داره از دست میده که هیچی هم نداره. تمام، میتواند بس. غلط. اما سال 136 دوستش داشتم. دوباره بابا اصلا نگاه کن، یه سری چیزا بیسه. بیس یعنی چی؟ یعنی هر جا بری هست، هر آزمونی بدی هست. خب معلومه دیگه. نگاه کنم مثلا اینجا سوال یکم بود، سوال 136 هم هست. میگه در جانداران چه تعداد موارد زیر هم در همانندسازی هم رونویسی دیده میشه، چه تعداد تنهایی در یکی از اوناست. میگه الف شکسته شدن پیوند اشتراکی. آقا شکسته شدن پیوند اشتراکی را من در کلاس درس دادم. الان نگار نادری مثلا میدونه. نگار نادری یادته تو بگو سر کلاس بودی، یادته میگفتم در مرحله آغاز رونویسی، در مرحله ادامه رونویسی، در مرحله پایان رونویسی، چون که ما داریم نوکلئوتیدها رو به هم میچسبونیم، نوکلئوتیدها رو به هم میچسبونیم، دو تا گروه فسفاتش داره جدا میشه، پس پیوند اشتراکی میشکنه. نصفی اصلا هیچ کسی در کلاس نگفته قبلا، تو کلاس عیناً گفتم یادته. بابا بریم ویدیوهای ما رو نگاه کنی، 300 تا تست سوال حل کردم، همینا رو نگاه کنی برای کنکورت بس. پس این برای جفتشم. چرا ایجاد پیوند فسفاتی است؟ میگیم جدا شدن دو گروه فسفات. میگه جدا شدن نوعی پروتئین از دنا، هم تو رو نویسی هم توی آقا این دنامون بره پروتئینش. استفاده از نوعی مولکول متصل به غشا به عنوان الگو. آقا اگه یاخت پروکاریوت باشه، ما چه تو رو نویسی چه توی همانندسازی، در هر دو نیازمند دنایم که در یاختهای پروکاریوتی دنا به غشا در بعضی از نقاط وصله. میگه شکستن پیوند هیدروژنی و تشکیل پیوند اشتراکی هر دو توسط یک آنزیم. آقا این مخصوص رو نویسیه که رناب اسپاراز این کار انجام میده که بخواد هیدروژنیو بشکنه پیوند اشتراکی هم تشکیل بده. پس این آقا مخصوص یکیشونه، الف و ب و جیم مخصوص ستاشونه. اما ه میگه تشکیل پیوند هیدروژنی توسط متنوع‌تر توسط آنزیما. آقا پیوند هیدروژنی تشکیلش نیازمند آنزیم نیست. تو رو به قرآن نگاه کن، سوال یکم همین بود، اینم همینه. خب برای دهم اگه جدا بود خیلی بهتر بود، یا اصلا پایه‌ها جدا بود عالی بود، چون ما الان دهم از زیاد متوجه شدم. اشکال نداره. ببین مهم اینه که الان داری یه سری چیزا رو میشنوی، یه سری چیزا رو میبینی مهدی، و ما انشالله من از هفته بعدی یکم سرم خلوت‌تر بشه، انشالله کلاس‌های رایگانمون یه چند تا مبحث خوبش رو انتخاب میکنم، بعدش کارگاه‌های جنبندی پایه به پایه رو داریم. این دهم جدا، 11ام جدا، 12ام جدا، میان تدریس میکنم، کیف میکنی میری خونتون، نگران نباش. سال بعدی سال 137، دوشنبه هم کلاس ژنتیکه. سال 137 میگه آقا طبق قوانین وراثت در انسان، 136 شد گزینه 3 دیگه. سال 137 آقا میگه 137 حواستو جمع کن داخلش. میگه کدام گزینه برای تکمیل کردن بیماری مناسبه؟ میگه اگر مردی مبتلا به بیماری وابسته به ایکس بارز باشه، مثلا بگم ایکس اف بزرگ مثلا ایگرگ باشه، دوشنبه همه رو درس میدم، دوشنبه کلاسمون ساعت خدمت عرض کنم که 8 شب هم چیزی. میگه وابسته به ایکس بارز، مبتلا به بیماری وابسته به ایکس بارز ممکن است برادر سالم داشته باشه. چرا آقا؟ ممکنه مامانش ایکس اف کوچیک ایگرگ بده دیگه، پس ممکن هست. میگه زن مستقل از جنس نهفته مثلا فنیلکتونی داشته باشه، میگه ممکن است دختر بیمار داشته باشه. چرا؟ بابا این زنم اگه بابای بچه‌ام بیمار باشه، خب دخترشون بیمار میشه. میگه زن وابسته به ایکس نهفته باشه، ممکن است پدر سالم داشته باشه. آقا قبول داری؟ میگه زنمون یک بیماری وابسته به ایکس نهفته است، یعنی مثلا فکر کن ایکس اف کوچیکه، این مگه باباش نگرفته؟ ما میگیم باباش هم ایکس اف کوچیکی گیره، پس پدر سالم ممکن است داشته باشه. میگه اگه مرد باشه، مستقل از جنس بارز باشه، یعنی چی باشه؟ آبوزوگا کوچیک و آبوزوگا بزرگ مریضه. میگه ممکن نیست خواهری بیمار داشته باشه. چرا ممکن نیست؟ وقتی خودش بیماره میتونه خواهری بیمارم داشته باشه دیگه. سوال بعدی، سوال 138 میگه آقا درباره بیماری‌های مطرح شده در بخش ژنتیک کدام گزینه در مورد این فرد غیر ممکن است؟ آقا ما میگیم دو تا بیماری کلا این بنده خدا تو نام برده، یکی هموفیلیه، یکی فنیلکتونوریاست. ما میگیم آقا داشتن دختری بیمار
از همسری دارای فنوتیپ متفاوت با فرد در ارتباط با این بیماری. آقا میگه فکر کن یه همسری داری با فنوتیپ متفاوت با اون فرد. یعنی چی؟ یعنی یا همسرت سالمه یا همسرت چیه؟ مریضه دیگه. قبول داری اینو؟ آقا ما میگیم فکر کن واسه فنیلکتونوری اگر زن اف بزرگ باشه، مرد اف کوچیک باشه، یا مثلا زن اف بزرگ اف کوچیک باشه، این نه، این دوتا دختر بیمار نمیدن، میدن. میگه وجود حداقل یک دیگر بیماری در همه یاختای بافت پیوندی، خون هم شاملشه، گلبول قرمز بالغ، تمام، اصلا نمیخواست حساب کن. میگه عدم بروز اثرات و عوارض شدید بیماری در بدن این فرد. کدوم غیر ممکن؟ آقا این غیر ممکن نیست، ممکن هست، ممکن. میگه سالم و فاقد دیگر بیماری بودن یکی از والد این فرق ممکنه دیگه، مثلا همین فنیلکتونوری. سوال بعدی سوال 139 چی میگه؟ میگه آقا هر مولکولی که متعلق به متنوع ترین گروه مولکولای زیستیه، یعنی منظورش چیه؟ آنزیم ها، جا خالی و به طور حد جا خالی است. آقا دقت داشته باش، ما میگیم آقا کدوم چندش غلطه؟ میگه بر تنظیم بیان ژن‌های هسته مؤثره به طور توسط ریبوزوم‌های موجود در همان یاخته تولید شده. آقا ما میگیم دقت بکن، بعضی وقتا ما پروتئین‌های خارج یاخته ایمان ممکنه بیاد و در تنظیم رونویسی هسته مؤثر باشه، یه سری آنزیم‌های خارج یاخته ایمون بیاد، پس این غلط. میگه به مولکولی با شکل مکمل خود متصل میشه، بعد از تولید در ساختار غشا یاخته قرار میگه. نه آقا ممکنه بره بیرون. آقا آنزیما سه دسته بودن، یا داخل بودن یا خارج بودن یا مثلا پمپ بودن که داخل غشا بود. دال میگه در سطح یاخته‌های اصلی دستگاه ایمنی نقش گیرنده‌ای دارن، یعنی گیرنده آنتیژنی، میگه به طورت با آنتیژن مکمل خود جفت میشوند. آقا حتما که نیست دیگه. آقا میگه آقا هر آنزیم، اصلا مگه گیرنده اون آنزیمه؟ مگه این گیرنده آنتیژنی ما آنزیمه؟ گیرنده است، آنزیم نیست. میشه گزینه یک چهارتاش غلط. دقت کردی؟ حواست بود؟ سوال 140 کپی کنکور 99. دوباره نگاه چقدر ساده، نگاه کن دست و نگاه اینجا، نگاه ماجیکو، نگاه خیلی ساده. مینویسی پدر، مادر، فرزند. آقا این گوشی تو بچرخون درست میشه، گوشی تو بچرخون درست میشه. میگه آقا در یک خانواده پسر با گروه خونی آ مثبت، پسر آ دی بزرگ فلانه، فاقد عامل انقادی اینه، پس یعنی ایکس اچ کوچیک ایگرگ، ایکس اچشو از ایگرگش از پدر گرفته، این ایکس کوچیکر از مادر گرفته و فاقد آنزیم تجزیه کننده فنیل آلانین، یعنی اف کوچیک، یعنی یه دونه اف کوچیک از پدر، یه دونه اف کوچیک از مادر گرفته، از پدر مادری سالم هم هست، پس یعنی این دوتای دیگه اف بزرگ بودن، اینم ایکس اچ بزرگ بوده، اینم ایکس اچ بزرگ بوده. میگه دختر این خانواده گروه خونی بی منفی داره، بی منفی بچه بعدی، بی جا خالی، دی کوچیک، پس یعنی چی؟ یعنی مثلا یه دونه دی کوچیک مال مادر، یه دونه مال پدره و آنزیم تجزیه کننده فنیلالانین سالم است. در صورت گروه خونی پدر و مادر مشابه باشه، یعنی حتما هر دو چی بودن؟ گروه خونیشون آبه بوده که یه فرزند آ در اومده، یه فرزند ب در اومده، یعنی بب بوده، اینم آ بوده. و لحاظ دی بزرگ دی کوچیک بودن، مثلا میتونیم پدرمون دی بزرگ بگیریم، مادرمون هم نمیدونیم چیه. میگه احتمال تولد کدام فرزاد در این خانواده وجود ندارد. میگه آقا دختر ناقل هموفیلی ایکس اچ کوچیک ایکس اچ بزرگ هست، مبتلا به فنیلکتونوری هست، با گروه خونی مشابه والدین آب هست. میگه پسر سالم از نظر هموفیلی داریم، ایکس اچ بزرگ ایگرگ، فنیلکتونوری هم سالم باشه هست، گروه خونی آب منفی هم باشه هست. میگه دختر هموفیل، آقا دختر هموفیل نمیتونیم داشته باشیم، چون هر کاری هم بکنیم دخترای ما یا ایکس اچ بزرگ ایکس اچ کوچیکن یا ایکس اچ بزرگ ایکس اچ بزرگن، پس اصلا دختر هموفیل نمیتوانیم داشته باشیم. ناقل از نظر فنیلکتونین اف بزرگ اف کوچیک میشه، با گروه خونی آ منفی هم میشه. پسر هموفیل داریم، سالم فنیلکتونین، با گروه خونی داریم، پس میشه گزینه سوم. یادت باشه ما تو این چیزایی که نوشیم دختر هموفیل نمیتونیم داشته باشیم. سر جلسه کنکور بعد این تست رو کلن توی 5-6 دقیقه همه این سفر رو مثلا حل کرده باشی، یعنی کلن واسه این تست جنتیکی ما کلن شاید 1 دقیقه وقت داشته باشی که این
کی به دست میاد برات این قابلیت؟ زمانی که مثلا 300 تا تست واسه ژنتیک زده باشی و به جاهای خوبی خواهی رسید. اما این تستای صفحه آخر، تستای صفحه آخر خیلی تستای قشنگی بود. قشنگ صفحه آخر دانش آموز دیگه رستش کشیده شده. از نظر من، از نظر من این دهنش سرویس شده عملا. خب دقت داشته باش ببین چی میگه. میگه آقا چند مورد مشخصه هر نوکلئیک اسید داره قند دئوکسیریبوز میباشد که چند نوع پروتئین میتونه به ساختاران متصل بشه. آقا منظورش دناه. میگه یاخته با تغییر در میزان فشردگی آن در بخشی از فامتنای با دو سر متفاوت، آقا ممکن دو سرش متفاوت نباشه، ممکن چی باشه؟ دناه حلقوی باشه. پس غلط. میگه هر واحد حاوی اطلاعات ویروسی در موجود در زمان‌های مختلف میزان مختلف دریافت به امشه. این درسته، متن کتابه. میگه بین بازهای عالی مکمل که مقابل هم قرار میگیرن پیوندهای اختصاصی و داره انرژی کم وجود داره. میگیم بله. آقا دومی یه بار دیگه بخونیم. میگه هر واحد حاوی اطلاعات وراثتی در این مولکول، هر واحد حاوی اطلاعات وراثتی هم دنا هم رنا، میگه در زمان مختلف میزان مختلف بیان میشن. آقا دنا که بیان نمیشه، دنا رو نویسی میشه. میگه در ساخت، پس به غلط، میگه در ساختار مولکول ها پروتئین ها نیز مشاهده میشوند. آقا ما در ساختار دنا پروتئین داریم، در ساختار دنا نوکلئیک اسید داریم، دنامون دور پروتئین قرار گرفته. پس میشه چند تاش درسته؟ میشه گزینه یک. سوال 142 درباره آزمایش گریفیت. آزمایش گریفیت هم که دیگه خدایگان گریفیت اینجا وایستادین تو این کلاس، داریم بهتون درسش دادیم، دوباره هم میدیم. دقت بکن. سوال 142 سال 142 خدمت عرض کنم که سوال قشنگی بوده، باید حواست رو جمع میکردی. یه وقت مثلا سوتی اگه میدادی سری غلط در میومده، ولی که حالا اشکال نکن. میگه آقا در هر مرحله از آزمایش گریفیت که نتایجی برخلاف انتظار حاصل آمد، یعنی مرحله 3 و 4 مخلوطی از باکتری بدون پوشینه مرده و پوشینه دار، آقا مرحله 3 فقط پوشینه مرده را زد. میگه باکتری استرپتوکوکوس پوشینه دار وجود داشت، یعنی مرحله 1 و 4 قطعا انتقال صفت بین دو باکتری صورت گرفت. آقا مرحله 1 فقط یه نوع باکتری بود. میگه ورود باکتری مرده به بدن موش اتفاق افتاد، یعنی مرحله 3 و مرحله 4 برای نخستین بار نتیجه گیری شد که پوشینه در ایجاد بیماری به تنهایی نقش ندارد. آقا مرحله 4 نتیجه، مرحله 3 هم چنین نتیجه گرفت، مرحله 4 هم چنین نتیجه نگرفت. میگه پروتئینای باکتری پوشینه دار دچار تغییر ساختار شدن، میزان فعالیت یافتای دستگاه ایمنی موش افزایش یافت. بله. چرا؟ ما میگیم آقا پروتئین های باکتری پوشینه دار وقتی دچار تغییر میشه، یعنی داره بیماری زایی میکنه، خب دستگاه ایمنیش هم فعال میشه. سوال بعدی دوباره درباره ذرته، اما تست جدیدی بوده. تست جدیدی بوده برامون. چی میگه؟ میگه ذرتی با فلان نسبت به فلان شباهت فلان تری نسبت به فلان دارد. میگه آقا بیا عللای بارزشو بسمون. 1 2 3 4 این 4 تا داره، این چند تا داره؟ یکی داره. این 1 2 3 4 5 این 5 تا داره. میگه آقا این 4 نسبت به این 1 شباهت کمتری به این 5 داره. خب این غلطه دیگه، 4 شبیه‌تر. این میگه چی؟ 1 2 3 تا، این 0 تا، 1 یه دونه. میگه آقا این 3 شبیه تر به 1 است یا 0؟ خب میگیم 0، پس میگیم اینم غلطه دیگه. میگه آقا 1 2 این 6 تا، این 1 2 3 3 تا کمتری به 1 2 3 4 5، این 5 تا. آقا میگه 6 شباهت کمتری داره تا 3 به 5. خب اینم غلط. میگه آقا این یه دونه داره، این 1 2 3 4، این 4 تا داره، این چند تا داره؟ اینم 2 تا داره. میگه 1 شباهت بیشتری داره به 2 تا 4 به 2. خب گزینه 4 جوابه دیگه. من یه جنبندی هم برات اینجا بکشم. آقا اینجا یه دونه بارز بود، اینجا دو دونه بارز بود، اینجا سه دونه بارز بود، اینجا 4 دونه بارز بود، اینجا 5 دونه بارز بود، اینجا هم 6 دونه بارز بود. با توجه به این شباهت ها رو خیلی راحت میتونی در بیاوری. اما سوال بعدی، خب سوال بعدی، سوال 144 دوباره شبیه کنکور 99. چی میگه؟ میگه در یک خانواده پدر داره کربوهیدرات آ، تنها داره کربوهیدرات آ، پس یعنی پدر ما آوه و پروتئین دی داره و مادر داره دو نوع کربوهیدرات گروه خونی، یعنی مادرمون آبه و فاقد پروتئین دی، یعنی دی کوچیک دی کوچیکه بر روی گوچه قرمز. در صورتی که پسر اول این خانواده مبتلا به بیماری هموفیلی باشه، یعنی چی؟ پسر اولمون XH کوچیک Y بوده، یعنی مامانش یه دونه XH داشته و داره گروه خونی B باشه. خب با توجه به صفات مطرح شده در سوال، وقتی گروه خونی B داره یعنی قطعا O بوده.
میگه در سوال امکان تولد کدام فرزند در این خانواده وجود ندارد. میگه پدر و مادر این خانواده از نظر بیماری هموفیلی هم سالم هم. پس یعنی این هم ایکس ایچ بزرگ بوده، بابا هم سالم بوده، این هم یه جا خالی میذاریم براش. خب میگه دختری با عدم توانایی تولید رشته‌های فیبرین، یعنی چی؟ هموفیلی داره، در محل خونریزی و دارای پروتئین دی بر روی گوشه قرمز. آقا دوباره شبیه همون سوال است، ما دختر هموفیل از این دوتا بنده خدا در نمیاد. گزینه یک جواب، تمام. مثل آب خوردن حلش کرد. خدای آقا ژنتیک، حالا کلاس زیاد رفتی، این ور اون ور زیاد مطمئنم رفتی، دیدی فیلم، دیدی کلیپ، دیدی معلم خودتو دیدی. آقا روش ژنتیک ما رو، روش ژنتیک ما رو چطور می‌بینی؟ روش ژنتیک ما رو چطوری می‌بینی؟ حالا مثلا من دو سه هفته دارم برای ژنتیک علم می‌کنم. دیدین؟ روونه، عالیه. خب بقیه چی نظرشون؟ روش ژنتیک ما چطوریه داستانش؟ دمتون گرم. مثلا می‌خوام یه چیزی بگم بفهمی دیگه. میپسندم، من میپسندم. کلاسم نرفتم. استاد صفات بارزنفا نمیفهمم. میگیم بله منم، ولی فقط خودم پیش رفتم. انشالله که بهتون یه انرژی مثبت داده باشیم. میگه آقا پسری با توانه اضافه کردن کربوهیدرات آ داریم، داره اختلال در فرآیند لخته‌چون ایکس اچ کوچیک داریم. میگه دختری با توانه ایجاد لخته داریم، داره یک نودگره داریم به هموفیلی، ایکس اچ بزرگ ایکس اچ کوچیک در هر یاخته بسید. میگه پسری با عدم توانه تولید ایکس اچ کوچیک رگ داریم، داره دونو کربوهیدرات هم داریم. پس گزینه یک میشد جواب. در کل مفهوم عالی رسوندیم، دمتون گرم. سوال بعدی دوباره ای بابا دوباره مثل همون ذرت است. میگه از لقاح طبیعی ذرتی با ژنوتیپ این، با ذرتی با ژنوتیپ این تولید گیاهی با فنوتیپ مشابه چند مورد موازی ممکن است. آقا اینا با هم ازدواج کنن، اللحاظ آ یا آ بزرگ آ کوچیکن یا آ کوچیک آ کوچیک، اللحاظ ب یا ب بزرگ ب بزرگن یا ب بزرگ ب کوچیک، اللحاظ سی هم فقط سی بزرگ سی کوچیک و سی کوچیک سی کوچیکن. خب آقا اینجا رو نگاه کن، این سوال خیلی ازم پرسیدن چطوری حل میشه. اینطوری آقا نگاه کن، بیا اول بشمون. آقا آمون یا یه دونه بارز داره یا صفر دونه بارز داره، بیامون یا دو دونه بارز داره یا یه دونه بارز داره، سهامون یا یه دونه بارز داره یا یه دونه صفر داره. خب اولی چنده؟ 1 2 3 4 5. آقا ببین 5 پیدا میکنی، جمع 5 تهش جمعش میشه 4، پس این نمیشه. جمعش تهش میشه 4، کمترینش هم میشه چی؟ 1. دیگه چه عددی داریم؟ 3 هم میتونه باشه، 2 چی؟ 2 هم میتونه باشه، 2 هم میتونه باشه. خب میگه آقا 1 2 3 6، 6 داریم، 6 که اصلا نداریم. میگه 1 2 3 3 داریم، 3 داریم. میگه آقا 1 1 داریم، 1 هم داریم، 1 هم داریم. تمام، چی گزینه دو؟ خیلی ها این سوال دیروز جواب نداد، خیلی ها این سوال دیروز جواب نداد، همین سادگی هستش. سوال بعدی سوال 146 چی میگه؟ میگه آقا کدام عبارت درباره با انسان به درستی بیان شده؟ میگه وجود ژنوتیپ یکسان بین افراد قطعا به بروز فنوتیپ یکسان خواهد انجامید. خیر، ممکنه ژنش خاموش باشه. میگه نوع کربوهیدرات های موجود در قشای گوچه قرمز هر فرد توسط سه علل تعیین میشه. آقا نوع کربوهیدرات در هر فرد، چون کلا دو تا جایگاه واسش رو کروموزوم 9 داریم، دو تا علل نه سه تا، توسط سه نوع علل، بله نه سه تا. میگه در صورتی که پدر مادر از نظر نوعی بیماری سالم باشن قطعا فرزندان هم سالمه. خیر، ممکنه آقا بابا مامانه از نظر فلیکتورینریا اف کوچیک اف بزرگ باشن، بچه‌هاشون هم اف کوچیک اف کوچیک مریض بشن. میگه ممکن است در گوچه قرمز خون، دوباره گوچه قرمز علل نداره، نوکلئوزوم، نوکلئوزوم میشه دنا به علاوه پروتئین که آقا ما میدونیم گلبول قرمز بالغ هسته نداره. اما صفحه آخر 5 تا سوال مونده، 4 تا سوال مونده، اینا رو حل کنیم. چی میگه؟ میگه چند مورد در ارتباط با صفات مختلف در بدن انسان سالم و بالغ به طور حتم صحیح. آقا میگه برای هر صفت موجود در یاختهای حاصل از تقسیم میوز دو در بدن مردان بالغ تنها یک دگره مشاهده میشه. آقا ما ممکنه صفتمون ایکس باشه، رو ایکس باشه، مثلا هموفیلی. آقا ما میگیم رو اون اوسیت ثانویه‌مون، ببخشید واسه اون یاخته اسپرم هایی که ساخته میشه اصلا این ایگرگ نداره واسه اون بیماری عللش رو. میگه در گروهی از صفات تک جایگاهی و دارای دو دگره در جمعیت انسان وجود تنها یک دگره میتواند بروز صفت کافی باشد. بله، دی بزرگ دی کوچیک، فقط دی بزرگ کافیه که پروتئین دی رو بیان کنه. میگه برای هر صفت موجود در یک جمعیت انسانی در یاخته‌های دیپلوئید یک دختر بالغ حداقل دو علل وجود داره. آقا دقت بکن، ما میگیم آقا ممکنه صفت ما
آها دقت داشته باش، میگیم آقا ممکنه صفت ما چی باشه؟ گلبول قرمز بالغ باشه یخته. خب آقا علل نداریم براش دیگه. میگه ژن‌های مربوط به هر ویژگی ارثی بروز یافته در بدن یک دختر سالم بالغ از هر دو والد دختر به ارث. غلط. ممکنه آقا چی؟ اینطوری باشه XH بزرگ XH کوچیک. این آقا فقط از مادر ممکنه گرفته باشه. پس اینم غلط. میشه گزینه چند تاش صحیحه؟ میشه گزینه یک. سوال بعدی اومده یک سوالی داده، گفته آقا یک دو تا روباها، میگه آقا در این چهار تا جایگاه ژنی، در این چهار جایگاه ژنی از حروف بزرگ جی و اچ و ام و ان استفاده میکنیم، که میگه بر حسب نوع ترکیب دگرها رنگای مختلف ایجاد میشه. میگه دگره های بارز مسئول بروز رنگ تیره گلبول قرمز. نگاه کن داره میگه، دقت بکن، ما میگیم آقا دریاخته ما بالاخره گلبول قرمز ما وقتی که داره به وجود میاد که دیپلوید دو ان دیگه، تکثیریه، وقتی حالا هستشو داره از دست میده یاخته ما دیپلوید بوده بالاخره دیگه، بالاخره دیپلوید بوده. بعد دقت داشته باش، میگه دریاخته های دیپلوید، میگه دریاخته های دیپلوید دیگه، اون اولش که دیپلوید بوده بعد حالا هستشو از دست داده دیگه. و میگه دگره های نهفته مسئول بروز رنگ روشنند، با توجه به اطلاعات داده شده از آمیزش میان کدام دو روبا تولد روبایی با رنگ مشابه حداقل یک والد ممکن نیست. آقا دقت بکن، بیا بشمر دوباره، دقیقا مثل همون ذرت است. نگاه چی میگه، میگه اگه این دوتا با هم ازدواج بکنن در کدام گزینه ممکن نیست یه دونه از بچه هم شبیه به بابا ننه باشه. آقا این دوتا با هم ازدواج بکنن یا ام بزرگ میشه یا ام کوچیک. ام بزرگ، ام بزرگ، ام بزرگ، ام کوچیک. اللحاظ اچ فقط اچ بزرگ اچ کوچیک. اللحاظ جی فقط جی بزرگ جی کوچیک. اللحاظ ان فقط ان بزرگ ان کوچیک، ان کوچیک، ان کوچیک. خب آقا اینا نکن، یکی دو تا سه تا، این سه تا بارز داره، یک دو سه چهار پنج تا، یک دو سه چهار پنج تا، این پنج تا بارز داره. آیا ببینیم پنج بارزی میتونیم پیدا کنیم؟ ام بزرگ، ام بزرگ با این اچ میشه سه تا، با این جی میشه چهار تا، با این میشه پنج تا. پس این گزینه میشه هیچ، این گزینه هیچ. این دوتا با هم ازدواج کنن یا میگیم ام بزرگ ام کوچیکن، اچ بزرگ اچ کوچیک و اچ کوچیک اچ کوچیکن، جی کوچیک جی کوچیکن، ان بزرگ ان کوچیک یا ان کوچیک ان کوچیکن. خب این که صفر بارزاش، اینم یک دو سه چهار بارزه، ببینیم صفر یا چهار بارزه پیدا میکنیم. خب صفر، صفر که قطعا نمیتونیم پیدا کنیم، صفر رد. چهار بارزه چی؟ میگم آقا اگه از اون ام بزرگ ام کوچیکه پس یه دونه برای ام داریم، از اون اچ بزرگ اچ کوچیکه یه دونه داریم، از اون جیا صفر تا داریم، از اون ان هم یکی داریم، تهش سه تاه. پس آقا بکشین خودمونم شبیه این والدین به دست نمیاد. گزینه دو جواب. اما سوال 149 اومده درباره تاسی سوال داده، اینو بعد دو تا دسته میکردی، مردا زنا، چی شده؟ این مریض، این سالم. خب میگه آقا بیماری مستقل از جنسه که در ارتباط با آن مردا فقط با ژن نمود بی بی سالمن، مردا با بی بی، و زنان فقط ژن نمود بی بزرگ بی بزرگ بیماره. پس یعنی مردا بی بزرگ بی بزرگ و بی کوچیک بی بزرگ بی کوچیکم مریض. خب میگه در صورت از ازدواج مردی سالم، مرد سالم یعنی بی کوچیک بی کوچیک، با زنی تاس، زنمون بخواد تاس باشه میشه بی بزرگ بی بزرگ. میگه دختر تاس، دختر تاس به وجود میاد، دختر تاس به وجود میاد آیا؟ نه. همانند پسر سالم، پسر سالم به وجود میاد، پسر سالم هم وجود نمیاد چون همیشه بی بزرگ بی کوچیک، میگه وجود نداره. پس این درست. میگه اگر مرد سالم باشه میشه بی کوچیک بی کوچیک، زن سالم باشه ممکنه بی بزرگ یه چیزی و یا حتی چی باشه، بی کوچیک بی کوچیک باشه. میگه پسر تاس، پسر تاس به وجود میاد، ما میگیم پسر تاس میتونه به وجود بیاد، برخلاف دختر تاس. آقا دختر تاس به وجود نمیاد، چون چرا؟ چون هیچ وقت بی بزرگ بی بزرگ وجود نداره. پس میشه گزینه دو، گزینه دو، گزینه دو هم وجود نداره. گفته کدوم غلط دیگه. خب دو هم درستی چی؟ سه. میگه تاس، مرد تاس ممکنه چی باشه؟ یه بی بزرگ باشه با یه چیزی، زن تاس هم بی بزرگ بی بزرگه.
میگه دختر سالم، دختر سالم به وجود میاد. ما میگیم دختر سالم ممکنه به وجود بیاد اگه بابای بی بزرگ بی کوچیک باشه. همانند پسر سالم، گفته دختر سالم وجود نداره. خب همین غلطه دیگه. گزینه 3 مون پاسخ. این سوال هم به نظر من شانس طراحی تو کنکور 90400 به یه زبانی داره. تو کنکور 1400 به یه زبانی ممکنه بیاد ازش. و سوال آخر، سوال آخر از ژنتیک چی گفته؟ گفته ظاهر شدن دندان آسیاب تاسی مغلوب یا غالب نمیتوان گفت، در مردا و زنها با هم فرق میکنه، که اینجا به ما نشون داده در مردها و زنها فرق میکنه. در مردها بارزه، در زنها یه سری با یک بارزای خالصه، بقیهشون هم نشون نمیده. قشنگ صورت سوال گفته. تو کنکور هم اگه بخواد بیاره همین اطلاعاتو به شما میده که من در کلاس ژنتیکمون که توی خود دوره 1400 مجموعه کلاس بی کلاس هستیم همشو تدریس کردم. استاد با صفات بارز نهفته چه فرقی با هم دارن؟ نگاه کن، یه زمانی میگم وقتی صفت به صورت بارز خودشو نشون میده، یعنی مثلا اگر آ بزرگ آ بزرگ و آ بزرگ آ کوچیک باشه نشون میده اون صفتو، آ کوچیک آ کوچیک باشه نشون نمیده. اگه بگن یه زمانی صفت در حالت نهفته خودشو نشون میده، یعنی آ بزرگ آ بزرگ آ بزرگ آ کوچیک خودشو نشون نمیده، آ کوچیک آ کوچیک خودشو نشون میده. به همین سادگی. خب میگه ظاهر شدن، میگه ظاهر شدن دندان آسیاب صفت مستقل از جنس بارزه. مستقل از جنس بارزه یعنی چی؟ مثلا ما میگیم آقا آ بزرگ آ بزرگا و آ بزرگ آ کوچیکا دندون آسیاب دارن، آ کوچیک آ کوچیکا ندارن، این میشه بارز. میگه حاصل ازدواج یک زوج، زوج فرزندانی هستن که بعضی از آنها در ارتباط با این صفت ژن نمودی متفاوت با والدین دارن. خب میگه در این خانواده اگر دختر فاقد دندان آسیاب، یعنی چی؟ یعنی آکوچیک آکوچیک، با شخصی ازدواج کند که والدینش دندان آسیاب دارند، در این صورت قطعا نیمی از فرزندان دارای دیگری بارز خواهند بود. آقا ممکنه، میگه آقا اگر والدین اون پسره آبزرگ آکوچیک باشن هر دو، ممکنه آقا خود مردم دندون آسیاب نداشته باشه. خب وقتی خودش نداشته باشه بچه هاش هم ندارن دیگه. میگه پسر واجد دندان آسیاب، یعنی آکوچیک واجد وقتی داره میگه یعنی آبزرگ آکوچیک یا آبزرگ آبزرگ، میگه مادرش با زنی ازدواج کنه که مادرش داره ژن نمود ناخالص یعنی آبزرگ آکوچیکه، قطعا تمام فرزندان برای این صفت دو نوع دیگر دارن. آقا ممکنه مرد آبزرگ آکوچیک باشه، زنم آبزرگ آکوچیکه، ممکنه بچهشون آکوچیک آکوچیک باشه، یک نوع دیگر داره. غلط. میذارم تو کانالم. بعد میگه پسر فاقد دندان آسیاب آکوچیک آکوچیک، زنی که والدینش ژن نمود خالص بارز دارن، یعنی دخترم حتما آسیاب آبزرگ آبزرگه، یعنی همه بچه‌هاشون آبزرگ کوچیک آبزرگ آکوچیکن، میگه قطعا هر فرزند دندان آسیاب خواهد داشت. بله. میگه دختر، گزینه 3 جواب، میگه دختر واجد دندان آسیاب یعنی آبزرگ چیزی، پدرش با پسری که پدرش فاقد دندان آسیاب هست، یعنی یه دونه از علالاش آکوچیکه، اون یکیش نمیدونیم چیه، میگه قطعا نیمی از فرزندان داره دیگری نهفته خواهند بود. آقا ممکنه که چی؟ زن ما آبزرگ آکوچیک باشه، این پسر هم مثلا آبزرگ آکوچیک یا آکوچیک آکوچیک باشه. خب در هر صورت ممکنه یه فرزند آکوچیک آکوچیک به وجود بیاد. ممنون. اگه چنل دارید بی زحمت لینک شما هم میدید. بله بله چنل داریم، چنلمون اینه بایو، بذار من این پاک کنم، چنلمون هم اینه. خوب گوش کن، بایولوژی استدیو تلگرام، بایولوژی استدیو، استدیو زیست شناسی کنکور، استدیو. خب زینم استاد با 500 تست که فول باشی، تستا مفهوم کلی گرفته باشی، ژنتیکو دیگه فول میشی کسی بزنه؟ از نظرتون این آزمون سختری بود؟ آره با 500 تا تست. خب کلا 500 تا تست یا فقط واسه ژنتیک؟ از نظرتون این آزمون سختری بود؟ درصدا اومده بود پایین ولی ترازا رفته بود بالا، ترازا رفته بود بالا، درصدا اومده بود پایین ولی ترازا رفته بود بالا. این شده از چرا ترازو بالا؟ خب چون آزمون سخت‌تر شده بود دیگه، یعنی تو با درصد پایین‌تری میتونی ترازو بالاتری بگیری. یعنی مثلا با 60 درصد ترازو 6800 میداده مثلا بهت. اگه آزمون قبلی 60 درصد می‌زدی به ترازو 6000 میداد. 800 تا 700 تا فرق داره. خب این شده از 30 تا سوال خوبه. آره اگه ژنتیک 500 تا شد 500 تا تست داده باشه حرفه‌ای. این شده از آزمون کتاب 12مون رو من تحلیل کردم. خیلی آزمون خوبی بودن نظرم، نکته خوب زیاد داشت، جنبندی کلی از سه فصل اول بود،
حتما حتما ما رو به دوستات معرفی کن. ما انشالله از به زودی کارگاه های مپسیمون رو استارتشون میزنیم. آره 200 دیگه بزنی حله، خستم نباشی. انشالله هفته بعد با تحلیل های آزمون بعدی استاد بیا ریاضیش هم تحلیل کن. من ریاضی زیاد ریاضی خودم خوب بود، الان یادم نمیاد. خستم نباشید، امیدوارم که بهترین ها براتون رخ بده. خستم نباشید.